کفش های پاره، نویسنده ناتالیا گینزبورگ. کفش هایم پاره است و دوستی هم که حالا با او زندگی می کنم کفش هایش پاره است. وقتی که با هم هستیم غالبا از کفش صحبت می کنیم. وقتی با او از زمانی که نویسنده چیره دست و مشهوری خواهم شد صحبت می کنم، بلا فاصله از من می پرسد چه کفش هایی خواهی داشت؟ آن وقت به او می گویم کفش هایی خواهم داشت از چرم سبز با سگکی طلایی در یک طرف آن. من متعلق به خانواده‌ای هستم که کفش های همهشان درست و حسابی بود، به طوری که مادرم مجبور بود سفارش کمودی بدهد مخصوص نگهداری کفش. چندین جفت کفش داشت. زمانی که پیش آنها برمی گردم با دیدن کفش هایم فریادهایی می کشند از سر خشم و درد. اما من می دانم که با کفش های پاره هم می شود زندگی کرد. اینجا در روم زمان آلمانی ها تنها بودم و فقط یک جفت کفش داشتم. اگر آنها را به کفاش می دادم مجبور می شدم دو سه روز در خانه بمانم و این برایم ناممکن بود. بنابراین آنها را همچنان می پوشیدم و در ضمن موقعی که باران می آبد احساس می کردم که آرام آرام پاره می شوند، زشت و بدقواره می شوند و سرمای سنگ فرش را در کف پاهایم احساس می کردم. و به همین خاطر است که حالا هم کفش هایم پاره است، چون که به یاد آنها می افتم و بعد در مقایسه با آنها چندان پاره به نظر نمی رسند و وقتی که پول دارم ترجیح می دهم طور دیگری خرجشان کنم، چون که کفش به نظرم چندان اساسی نیست. قبلا ناز پرورده بودم در حصاری از نوازش و مراقبت، اما آن سال اینجا در روم تنها بودم و روم به همین خاطر برایم عزیز است، گرچه برای من سرشار از ماجراست، از خاطرات مشوش و از ساعات ناچیز دلپذیر. دوست من هم کفشهایش پاره است و به همین دلیل با هم سازگار هستیم. دوست من کسی را ندارد تا به خاطر کفشهایی که می پوشد او را سرزنش کند. فقط برادری دارد که در روستا زندگی می کند و چکمه شکار می پوشد. من و او می دانیم که چه اتفاقی می افتد وقتی که باران می بارد و پاهای من عریان و خیس است و آب وارد کفشها می شود و آن وقت با هر گامی شلپ شلپ صدای خفیفی شنیده می شود. دوست من چهره پریده رنگ و مردانه ای دارد و با چوب سیگاری سیاه سیگار می کشد. وقتی که او را برای اولین بار نشسته بر پشت میز با عینکی گرد و پهن و چهره اسرارآمیز و مغرور و با چوب سیگاری سیاه لای دندانهایش دیدم، فکر کردم که به ژنرالی چینی شباهت دارد. آن موقع نمی دانستم که کفش هایش پاره است. این موضوع را بعدها فهمیدم. فقط چند ماهی می شود که یکدیگر را می شناسیم، اما انگار که سالهای سال است. دوست من بچه ای ندارد، اما من چند بچه دارم و این موضوع برای او عجیب است و آنها را هرگز ندیده است مگر در عکس، چون که در شهرستان با مادرم زندگی می کنند و این موضوع هم که او هیچ وقت بچه هایم را ندیده است برای من عجیب است. او به جهتی گرفتاری ندارد و می تواند با زندگیش هر کاری که بخواهد بکند، در حالی که من نمی توانم. در هر صورت بچه هایم با مادرم زندگی می کنند و تا به حال کفش های پاره نداشتند، اما زمانی که مرد شوند چطور؟ می خواهم بگویم چه کفش هایی به هنگام مردی خواهند داشت؟ چه راهی برای گام هایشان انتخاب خواهند کرد؟ آیا تصمیم خواهند گرفت هر آنچه را که دوست داشتنی اما غیر ضروری است از آرزوهایشان مستثنا بدارند؟ یا پای خواهند فشرد که هر چیزی ضرورت دارد و انسان حق دارد کفش های درست حسابی و سالمی به پا داشته باشد؟ با دوستم سر این موضوع به درازا صحبت میکنیم که جهان چگونه خواهد بود موقعی که من نویسنده پیر مشهوری خواهم شد و او جهان را مانند یک ژنرال پیر چینی با کوله‌ای بر پشت خواهد گشت و
بچه های من با کفش های سالم و محکم، با گام استوار کسی که عقب نشینی نمی کند، به راه خود خواهند رفت، یا با کفش های پاره و گام سست و بی حال کسی که آگاه است از آنچه که ضروری نیست. گاهی اوقات بین فرزندان من و فرزندان برادر او، همان کسی که دهکده را با چکمه شکار می گردد، ازدواج هایی برپا می کنیم. این چنین تا پاسی گذشته از شب صحبت می کنیم و چای سیاه و تلخ می نوشیم. تشکی داریم و یک تخت خواب. هر شب تاق و جفت می آوریم که چه کسی از ما دو نفر می بایست روی تخت خواب بخوابد. صبح موقع که بلند می شویم، کفش های پاره ایمان روی فرش انتظار ما را می کشند. گاهی اوقات دوستم می گوید که از کار کردن خسته است و می خواهد بی خیال باشد. می خواهد خود را در میخانه‌ای حبس کند و تمامی پسندازش را بنوشد، یا اینکه در بستر بخوابد و دیگر به هیچ چیز نیندیشد و بگذارد که بیایند و گاز و برق را قطع کنند و بگذارد که آرام آرام همه چیز ویران شود. میگوید وقتی که من بروم این کار را خواهد کرد، چرا که زندگی مشترکمان چندان به طول نخواهد انجامید. من به زودی عازم خواهم شد و پیش مادرم و فرزندانم برخواهم گشت. در خانه‌ای که من اجازه ندارم کفش‌های پاره بپوشم، مادرم از من مواظبت خواهد کرد و مانع من خواهد شد که به جای دکمه از سنجاق استفاده کنم و تا آخر شب بنویسم. و من به نوبه خود با غلبه بر وسوسه بیخیال زندگی کردن از فرزندانم مراقبت خواهم کرد. دوباره جدی و مادرانه خواهم شد، همانطور موقعی که با آنها هستم و آدمی متفاوت از حالا، آدمی که دوستم اصلا نمی شناسد. به ساعت نگاه خواهم کرد و حساب زمان را خواهم داشت، بیدار و دقیق برای هر چیز، و دقت خواهم کرد که فرزندانم همیشه پاهایی خشک و گرم داشته باشند، چون که می دانم تا حدی که مقدور است حداقل در کودکی می بایست این چنین شود. شاید هم برای آموزش راه رفتن با کفش های پاره خوب است مادامی که کودکند پاهای خشک و گرم داشته باشند. روخانی الف.